ساعتی پیش با مهدی نوذر، حقوقدان و فعال سیاسی از لس آنجلس گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که به عنوان یک حقوقدان که با مقوله پناهندگی کاملا آشنا هستید، بفرمایید که وجود 114 میلیون پناهنده در دنیا حکایت از چه واقعیتی دارد و امروز آوارگان و پناهندگان در دنیا در چه شرایطی به سر میبرند؟ پاسخ مهدی نوذر در این زمینه را بشنویم. ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستید، طبق اعلام سازمان ملل ما در حدود 114 میلیون پناهنده سراسر دنیا داریم. مقوله پناهندگی طی سالهای اخیر که من به قطعیت میتونم بگم، از حالا اگر مشخصا در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم، از سال 88 و در واقع آغاز جنبش سبز بسیار مقوله پیچیده شد در سراسر دنیا. ما در سال 88 بالاترین آمار پناهندگان سیاسی رو ثبت شده در تاریخ ایران در سازمان ملل داریم. عمدتا کشورهایی که ملاحظه میکنید با مقوله در واقع فرار مردم و پناهنده شدنشون روبرو هستن، کشورهایی هستن که با حکومت‌های دیکتاتوری، با حکومت‌های خونریزی طرفن، مثل حکومت بشار اسد، مثل سودان، مثل سوریه و اخیراً اتفاقی که در غزه افتاد و ناچارن مردم مجبورن که کشور رو ترک کنن و از اون شرایطی که در کشورشون نجات شده به نوعی فرار بکنن. حالا در کشوری مثل ایران به خاطر اختلافات عقیدتی و سیاسی که امثال من با حکومت داره، ما مجبور به جلای وطن میشیم و مجبور به ترک ایران میشیم. اما در کشورهایی مثل سوریه که حکومت‌های خونریزی مثل حکومت بشار اسد داره، در سال‌های اخیر باعث شد میلیون‌ها نفر از مردم کشورش از سوریه در واقع پناهنده بشن به کشورهای غربی. یک مشکلات بزرگی که در به نظر من در این اسنای پناهندگی به وجود میاد، یکی از بزرگترین اختلافات فرهنگی که این در واقع حجم بزرگ پناهنده با کشوری که در واقع بهش پناهنده میشه وجود داره، اختلافات فرهنگی که باعث مشکلات عدیده شده. همین چند فکر میکنم دیروز بود در اروپا، فکر میکنم در فرانسه، یک نفر که پناهنده بود، حالا در خیلی از سایت ها، در خیلی از کانال های در واقع تلگرام میگفتن که یک فرد مسلمان حمله کرده به مردم. حالا ما کاری به عقیده مذهبیش نداریم، ولی به هر حال اون اختلاف عقیدتی که وجود داره بین مردمی که بعضا از کشورهای خاورمیانه به کشورهای غربی مراجعه میکنن، باعث این اختلاف شدید فرهنگی میشه و مشکلات عدیدهی رو در کشورهای در واقع در کشورهای سالس که به عنوان پناهنده بهش مراجعه میکنن وجود داره. تنها راه حل این مسئله به عقیده من اینه که این کشورها، این دولتها، این حکومتها دست از خونریزی بردارن، دست از دیکتاتوری بردارن. من به زمانی که در کشور خودم بتونم آزادانه زندگی کنم، بتونم آزادانه ابراز عقیده بکنم، چه دلیلی داره بخوام کشورم رو ترک کنم؟ کشوری که سالها توش زندگی کردم، کشوری که زندگیمو توش ساختم، کشوری که در واقع توش رشد کردم، چه دلیلی داره اگر بتونم آزادانه ابراز عقیده کنم، عقیده سیاسی، عقیده مذهبی؟ علتی نمیمونه که بخواد باعث بشه من کشورم رو ترک بکنم. متاسفانه عمدتاً که کشورهایی که در واقع پناهنده خیز هستن، کشورهای خاورمیانه و کشورهایی هستن که به شدت سرکوب میکنن اختلاف عقیده رو، به شدت سرکوب میکنن مردمی که باهاشون مخالف هستن و این مشکلات که در هممون شاهد هستیم
در دنیا به وجود میاد. به امید روزی که هیچ کس، هیچ انسانی به خاطر اختلاف عقیدهش، به خاطر اختلاف عقیده سیاسیش، به خاطر مذهبی که داره مجبور به ترک وطن نشه، مجبور به جلای وطن نشه و همه مردم بتونن آزادانه در رفاه و آسایش در کشور خودشون زندگی کنن. ممنونم.